Başı دوستان گرامی هفته گذشته یعنی چند روز قبلش ما صحبت کرده بودیم در رابطه با حداد عادل و حرف زنش رو و یک سری مسائل ما مطرح کرد. جالبه که حداد عادل اومده جواب بده، تو جواب دادن خودش اولا خیلی گاف کرده، گاف بسیار بزرگی هم کرده، گاف بسیار بزرگی کرده. و تو این گاف من به شما امروز میگم که ما اومده فقط مدرسه رو گرفته، حالا بگذاریم جلسه گذاشته زود، خانواده هم آورده که صحبت بکنه جواب بده. تو جلسه که گذاشته اولین باری که شما میبینید یک مقام جمهوری اسلامی داره حرف میزنه، بچه داد میزنه اون ننه مامان اون وره بابا اون وره، اصلا حرف رو حداد حتی اون موریداش هم گوش نمیکنن. این که بزرگترین توهین به غلام علی، غلام شیره میکشن اینا، تریاکیان اینا، افتخار هم میکنن. آقا جامعه‌ای که شیره و تریاکی رهبری جامعه رو داشته باشه چی میشه بدبخت؟ چی میشه این بیچارگی؟ ها؟ یک آدم مشادم های شیرهی تریاکیه معتاد بعد میگه ما میخواییم مدیر برای جامعه بسازیم، مدیران جامعه بسازیم. تو خودت سواد نداری، شعرتو باید خامنه‌ای برای تحصیل کنی، یه خط شعر نمیتونی بگی وقتی میخواییم مدیر جامعه بسازی. بعد تازه یه مورد میاد جواب میده که 100 تا حرف روش هست، بخونید این بلن فیلمش که پخش میشه. بعد از همه مهمتر به این پرسش های اصلی پاسخ ندادی. شما و زن تو بچت 100 تا شغل دارید، 100 تا شغل، بخونید شغل رو. شما به این چرا جواب ندادید؟ 100 تا شغل. این زنت فاطمه کماندو که عضو شورای عالی آموزش و پرورش هست، مؤسس شبکه زنان دانشمند مسلمان که هست، مدیرعامل مؤسسه مهر فرهنگ که هست، عضو شورای راهبردی شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی تلویزیون که هست، او چه پسته دیگه داره. حالا پسرت که اینم از روزنامه همشهری بگیری تا خبرگزاری مهر و تا جام جم و جام جم یک سیستم بزرگ تبلیغاتیست، چندین کانال تلویزیون رو فلان داره و مؤسسه های وابسته به جام جم و بعد آموزش خبرنگاری و عرض کنم خدمتتون همون واس فرهنگ، مدرسه فرهنگ و باز در مؤسسات فرهنگی هنری بسیاری، پسرش همین فرید الدین جاهل و عرض کنم خدمتتون عضو و رئیس و هیئت مؤسس چندین انجمن و اساسیون بنیاده است. یعنی حدود 30 تا شغل پسرش داره، 10 تا شغل زنش داره. بخونید اینا رو. و بعد خودت معاون وزیر آموزش پرورش بودی، با بیسوادی کتابای مدرسه بچه ها رو نوشتی که همینجور بچه های ما رو نادان ابله بار بیاری. عضو هیئت امنای بنیاد دایره المعارف اسلامی و مدیر عامل بنیاد دانشنامه جهان اسلام، معاون پژوهشی وزارت آموزش پرورش، عضو شورای سرپرستی سازمان صدا و سیما، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی دوره ششم، هفتم، هشتم و نهم و رئیس مجلس مدتی، عضو هیئت علمی و دانشیار گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دریافت کننده نشان درجه دو تعلیم و تربیت، نشانم بهش دادن، آدم بی سواد که خط شعر بلد نیست بگه، ریاست مجلس شورای اسلامی که عرض کردم، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، مشاور عالی رهبر و مشاور عالی علی خامنه‌ای محض، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، رئیس بنیاد سعدی. تفلک سعدی رو تو چه کار داری دیگه آقا؟ عضو هیئت امنای بنیاد ایران شناسی. تو ایران رو چه میشناسی؟ تو همون تا اسلام خود نمیشناسی، ایران شناسی برای من؟ عضو هیئت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، عضو شورای عالی آموزش و پرورش، عضو شورای عالی سازمان فرهنگ، امنای مؤسسه آموزشی مجمع جهانی اهل بیت. نمیشه تو مرد کی هستی که آدم بی سواد شیره‌ای تو زن تو بچت این همه پست؟ بعد مردم ما نون ندارن بخوان، کار ندارن بخوان، دکتر و پزشک ما داریم اینها کار ندارن. وقت شما ها سه نفری 100 تا شغل، ما چند از اینا حقوق میگیرین؟ 240-50 میلیون تومان از هر کدوم بگیرین آقا، اینا پول پارو میکنن.
بی خود نیست که تو آمریکا رفته خونه خریده. خوشبختانه بعد از این افشاگری ها تو هفته پیش آقای ترامپ با اینا همه پول اینا رو بالا کشیدن رفت به کارش. تحریم، تحریم یعنی چی؟ یعنی تمام پولایی که دزدیده بودین همینجوری تو شغل مرغلا برده بودی آمریکا، خونه پونه اینا خریده، همه رو از بالا کشیدن. شما چی هستید؟ کی هستید توی مملکت؟ نفرینتان باد که نفرین رو برای ملت ایران آوردید. توهی دستی، بچه های جوان ما کاراشون از دست میدن، سرمایه‌گذاری میکنن، ورشکست میشن، باید بیفتن تو زندان. وقت شما 100 تا شغل داشته باشی، مدرسه درست میکنی برای بچه خودت که درس بخونه، بعد بچه‌هات میرسن ژاپن و آمریکا درس بخونن. دروغگو. خب همه اینا پولسازی، شما به فکر پولسازی هستید. ممکن البته خیلی جسارتن بپرسن که خب الان این خارج از کشور رفتن ها احیانا به شما که مربوط نمیشه، مثلا از استفاده بورسیه اینا خودشون. نه. ایشون که تبیین کنین، ایشون که شوهرش در یک خانواده شهید پروری اصلا در آمریکا به دنیا آمده. درد دل بسیار مهربانی. خیلی شما یک خواننده، یک هنرمندی که افتخاره جهانگشای آوازه. یکی از بچه ها پریز برای من نشته بود آقای گلپایگانی، برای شما اکبر جان، برای اکبر گلپاس نشد، اکبر گلپایگانی شاهنشاه آوازخوانی ایران. ما شاهنشاه هم میتونیم داشته باشیم در آوازخوانی، مردم هم میگن دیگه، این عشق مهین مردمه. مردم امسال هم باز برای تولد گلپا ازتون میخوام خواهش کنم، یکی دو ماه دیگه تولدشه و همچنان جوان مونده و خواهد موند و سر حال اینا، مثل سابقی که دو سال پیش که خواهش کردم باز پیام بدین، پیامای یک دقیقه دو دقیقه بزنین. اگه فیسبوک دارید، اگه اینستاگرام دارید، تلگرام دارید، شما تو صفحه خودتون بزنید، بعد برای تلگرام گلپا هم بفرستید. گلپا یک تلگرام داره، روی تلگرامش بفرستید، یا روی فیسبوک گلپا صفحه داره، تو صفحه بذارید اینا رو. حتما این کار اصلا میان شروع کنیم به انجام دادن. آقا شما گلپا رو فقط به خاطر این که با شاه میگید رفیق بوده و چه و چه، 40 سال سانسورش کردین. خودشم با افتخار میگم برای شما نمیخونم. او وقتی آقای حداد عادل زمان محمد رضا شاه، شاهنشاه آریامهر اونجا تو تشکیلات کار میکنه، پست مهمی هم داره، بعدم باز میره پیش خامنه ای